با اون شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو بفرمایید. الو سلام قربان. سلام بفرمایید. ممنون که وقتتون در اختیار من گذاشتید. خواهش میکنم بفرمایید. آقای دکتر من یه سوال عمومی دارم که فکر میکنم موضوع مهمی هستش و سوال افراد زیادی هم باشه. شما تو یکی از گفتگوهاتون در مورد موضوع داشتن یا بودن صحبت کردین، یه کتابی هم معرفی کردین، اما خیلی مختصر بود اون صحبتتون. این موضوع من رو به فکر فرو برده و به نظرم رسید که من درگیر این موضوع هستم. میخواستم ازتون تقاضا کنم که در مورد این موضوع بیشتر برام توضیح بدید که ببینم همون چیزی که توی ذهنم هست همونطور هستش یا نه. ببینید عزیز، اولا این گفتگو رو فکر کنم اریک فرام داره و بحث این هست که ما دو گونه به موضوع ها در جهان میتونیم نگاه کنیم. یکی این که به موضوع و مسائلی نگاه کنیم که ما رو، آنچه هستیم رو، بودن ما رو، شدن ما رو، دگرگونی ما رو موجب میشه. یعنی من از اون چیزی که به دنبالش هستم به عنوان هدف انتخاب میکنم، در مسیر راهش قدم بر میدارم، تغییراتی رو در درون من به وجود میاره. حالا ممکنه جنبه های بیرونی داشته باشه، ولی اصل و اساسی که من به دنبالش هستم، انگیزه و هدفی که من دارم خودمم و آنچه که بعداً پیدا میشه بیشترش اگر نه همش به من مرتبط. درست بزن که شما تصمیم گیرید مهندس بشید و یا دکتر بشید، شما با مهندس و دکتر شدن شما مهندس و دکتر میشید. درسته که مزایای بیرونی داره، ولی حالا شما یک پزشکید، حالا شما یه مهندسید، چیزی که فرض کنید من نیستم. من میتونستم شاید برم مهندس بشم یا پزشک بشم، ولی نرفتم و در نتیجه همکنون نمیتونم خودم رو یه مهندس یا یه پزشک بدونم، ولی شما یا کسی دیگری خودشو مهندس و پزشک. یه زمانی هست که نه، من در زندگیم به دنبال این هستم که 4 تا خونه داشته باشم، یک اتومبیل یا چند تا اتومبیل داشته باشم، قایق داشته باشم. من دلم میخواد در جامعه شناخته شده باشم، مردم برای من دست بزنند، و بنابراین من در اینجا با بودن کاری ندارم، من با داشتن کار دارم. بس به همین جد است که تغییری که در دنیای امروز یه دلیلی به خاطر فراوانیه، چون در گذشته کمیابی بوده، مردم فقط به زنده بودن و آنچه که مربوط به بودنشونه کار داشتن و اگرم چیز بیرونی میخواستن ضرورت برای تغییرات داخلی یا حفظ امنیت خودشون بوده. در دنیای امروز بسیاری از مردم به این راه افتادن که برن دنبال داشته ها، بنابراین براشون خونه، حتی همسر خوبه، بدون که اون همسر دوست داشته باشه، بدون که از زندگی با اون لذت ببرن، ولی این همسر جلو مردم به نظر خوب میاد. اینی که بسیاری از اوقات وقتی که آدما حرف میزنن هم میشه اینو دید، یعنی به جایی که بگه خوبم یا خوشم میگه احوال خوشی دارم، یا به جایی که بگه دیروز به من خوب بودم یا به من خوش گذشت میگه دو ایام خوشی داشتیم، دوران خوبی بود. یعنی زبان حتی به تدریج از آنچه که فعل تو بی هست به فعل تو هاو، از بودن به داشتن تبدیل شد. حالا نکته ای اینجا مطرحه، داشتن خیلی چیزا بیرون مهمه، ولی غالبا تأثیراتش ممکنه 1%, 2%, 5%, 10% باشه در درون من، در حالی که بسیار از اوقات تغییرات اساسی من 90%ش در درون منه، و به همین جاست که اولا میشه داشتش، میشه بهش اطمینان داشت. درست مثل این که شما اگر دکترید مهندسید، در حالت عادی تا آخر عمرتون دکتر و مهندسید، نه اینکه لقب رو دارید، تواناییاشو دارید. در حالی که اگر شما در ایران فرض کنید که ثروتی داشتید، حالا ثروتو ندارید، خب پول ندارید، تموم شد. یعنی اون داشتن ها از بین میره و موضوع اصلی و اساسی بودن هاست. برای به همجاست که من یه جمله‌ای دارم و اون جمله این است که تمام موضوع زندگی و هنر زندگی این است که در من چه میگذرد آن زمانی که جهان در گذر است. یعنی موضوع اصلی و اساسی اینه که آخر کار به من چه ارتباط داره. شما بسیار از وقت تو مهمونی ها آدم هایی میبینید
که ظاهرا از نظر همه خیلی خیلی خوب میان، ولی در درونشون طوفان و غوغاست. من بارها تو کار تراپی با آدمای روبرو شدم که توی یه مهمانی زن و شوهر خوش درخشیدن و اصلا یه حال و هوایی رو که میگن مردم به ما به عنوان یک نمیدونم کبوتر عشق و زوج و فلان نگاه میکنن، ولی سوار اتومبیل که میشن پنم دیگر رو بکشن، برای که و در درونشون اون دورانی که اونجا با هم بودن رنج بردن. ولی خب بسیاری به اینکه یک همسر و خانواده داشتن اهمیت میدن، نه اینکه در یه زندگی زناشویی یا یه رابطه‌ای باشن که باش خوب و خوش باشن. به این همون مسئله است که خیلی از اوقات آدمایی که به جنبه بیرونی و ظاهری توجه میکنن دارن. من بارها عرض کردم وقتی من پیشنهاد معاونت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران رو در ایران دادم، گفتم یه بیت شعر خیلی خیلی تو زندگی من کمک کرده و اون اینه که صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دار و به آرایش قفس مفروش. البته بعداً به دلایلی که مسئله مسئولیت و وظیفه بود اون رو برای کوتاه مدت پذیرفتم، ولی میخوام بگم در آغاز اون رو نخواستم برای که اون صفای گوشه آرام رو به هم بیاره. بنابراین شما باید تصمیم بگیرید که دلتون میخواد یه پرنده ای باشید که به راحتی پرواز کنید و بعدم یه لانه و آشیانه بالای یه درختی یه گوشه یه دیواری داشته باشید، یا اینکه میخواید شما رو در یک قفس طلایی نگه دارن و درتون رو ببندن. بنابراین موضوعی که هست این است که یه مقداری باید در این زمینه حرکت کرد. فرید پسر من غالب اوقات در بحث های پرورش و تعلیم تربیت حرفش اینه که بچه ها نگی مثلا تو خوشگلی یا تو اینو داری یا چقدر باهوشی، حرف این باشه که تو چه کار و کوششی کردی، چقدر وقت رو این کار گذاشتی و فعالیت کردی، چطوری این مهارت رو آموختی و الان بلدی. یعنی اون چی که تو باش شدی، اون چی که بودن شدنه تا اینکه یه چیزی رو داشته باشی. به همینجاست که تفاوت است بین اون چیزی که آدم ها دارند و اون چیزی که آدم ها هستند. و متاسفانه بسیاری از مردم چون با داشته ها و جنبه بیرونی موضوع کار دارند، به اونا توجه میکنن در هر زمینه، از انتخاب رشته تحصیلی گرفته، شغل و کار گرفته، حتی گفتم یه جایی مانند همسر. حتی برخی از اوقات من برای اینکه به نظر خوب بیام ترجیح میدم که تعداد فرزندانم از در خودم این باشه و مثلا پسر باشن یا دختر یا مخلوط، یعنی همه چیز جنبه نمایشی پیدا میکنه. و اینجاست که مطلب دیگری رو مطرح میکنه که آیا ما داریم زندگی رو تجربه میکنیم و زندگی میکنیم، اکسپریانس یا پرفورمنس نمایشیم. یعنی ما همه این کارا رو میکنیم برای که دیگران رو به نوعی تحت تاثیر قرار بدیم. و به همینجاست که مطالعه مربوط به خوشبختی نشون داد دو چیزی که مردمان رو از خوشبختی دور میکنه، یکی عامل زمانه، چه اینکه از گذشته خشمگین و غمگینن و نگران آینده، چه اینکه متوجه نیستن که امروز مساوی فرداست و در نتیجه کار خوب رو امروز بکنن و به فردا موکول نکنن. دوم مسئله مردمانه، یعنی نیرو و انرژی که باید صرف رشد من، پیشرفت من، تکامل من، تغییر و تبدیل من بشه، این صرف تحت تاثیر قرار دادن دیگران بشه. یعنی من بخوام دیگران رو به اینکه چقدر خوبم یا بزرگم یا مهمم یا ارزشمندم یا هر چیز دیگه تبدیل کنم. بنابراین موضوع تبدیل میشه به اینکه من فکر میکنم همه جا یه نمایشی است که باید برم و نمایش بدم و خودم رو غیر از اون جلوه بدم و نشون بدم. همیشه من باید بگم تو همه زمینهای مثبت از این بهترم و تو زمینهای منفی عیب و ایرادی ندارم. به این تمام تلاش ماست برای همه زندگی و چون از درون رنج میبریم و احساس عدم اهمیت میکنیم و میدونیم یه بازیه، یه فریبه، یه دروغه، هرگز هم ما رو به امنیت و آرامش نمیرسونه. به همین جهت هست که مسائلی از این قبیل به ما میگه بودن مهمه، نداشتن تجربه زندگی و زندگی کردن مهمه، نه نمایش زندگی. و باز به همین جلسه منم شرز میکنم این که شما فکر میکنید در یه مهمانی مردم میان شما رو ببینن، هیچ کس تو مهمانی برای دیدن شما نمیاد، همه برای نشون دادن خودشون میان. پس بنابراین میشه خاطر آسوده کرد و خیلی به این موضوع اهمیتی داد. آقای دکتر، این صحبتات اینجوری به نظر من رسید که این دوتا مطلب یه جاهای قابل تبدیل به هم هست. یعنی مثلا اگر من مهندس هستم، یعنی مدرک مهندسی دارم،
یا برعکسش هم بعضی از این موارد شدنیه. یه مثلا نه سب کنید نظرم، نه آخه چرا میخواید از این، نه سب کنید آخه چرا میخواید این تردید رو بکنید؟ شما برید از یه جا من مدرک مهندسی بخرید بفرشید هم یعنی آخه شما چرا به اصل مثل اینمونه که شما بیاد ورزش بکنید، تا اینکه ورزش نکنید یه لباسایی بپوشید یه چیزایی به خودتون بچسبونید به نظر بیاد که مثلا اندام مناسبی، باز رفتید جلوه‌گریش. خب معلوم همیشه هست، اول هم عرض کردم خدمتتون، چرا من همیشه عرض کردم به دوستان شما برید آگاهی پیدا کنید، ثروت میخواید کنارش هست، شهرت میخواید کنارش هست، نفوذ میخواید کنارش هست، قدرت نه چون اشتباه. خب معلومه اینا به هم اینجوری سیاه و سفید که نیستن عزیز، ولی مسئله اصلی اینه که من تو زندگیم هم طور که چرا اشاره کردم به گفتار فرید حرف این است که پسراتون دختراتون اینقدر درباره آنچه که دارن یا داشتا تأکید نکنید، مسئله بودن و شدن ها مطرحه، به هوششون به زیباییشون اونقدر اهمیت ندید، به پشت کارشون به فعالیتی که کردن به مهارتی که یاد گرفتن. حالا شما میگید اینا به هم نزدیکن، خب بله ولی این حساسیت ها رو برای چی؟ نمیخوام اذیتتون کنم که انگار مثلا اینا سیاه و سفیدن باید وسطش خط کشید، نه، برای انسان یه موجودی است که مسئله اصلی تأکیداشه. علت که کسی پیانیسته، کسی ویولونیسته، کسی فوتبالیسته، کسی مهندسه، برای که اومده توجه و تاکید بیشتری تو زندگیش روی این موضوع ها گذاشته. بلا خیلی هم هستن که فوتبال بازی کنن، خیلی هم هستن ویولون میزنن ولی ویولونیست نیستن، فوتبالیست هم نیستن. خب اونا رو که میدونیم عزیز، ولی مسئله تفاوت یه توجهی است به اینکه به بودن ها و شدن ها توجه کنیم. حتی وقتی هم که به بحث ابراهام مزلو میرسیم درباره هایرارکی آف نیدز یا سلسله مراتب نیاز ها، و به درستی میگه دو تا نیاز اول در جهت رفع کمبود است، یکی نیازهای فیزیکی و مادی و دوم نیاز امنیت و آرامش، بعد از اون نیازهایی است که بهش میگه بینگ نید، یعنی بودن و شدن ها، که عشق، هنر، زیبایی، آگاهی، دانایی، حتی حرمت نفس، بعد رسیدن به مرحله سلف اکچوالیزیشن، خود شدن و تحقق خوده، و من یه مرحله بالاتر رو میدونم و اون رسیدن به اصول اخلاقی انسانیه. در حالی که نیاز شماره یک و دو نیازهای مبتنی بر کم بوده که اساسش بیشتر بر داشتن تا بودن، در حالی که بعدی اساسش بر بودن و شدن. بنابراین دانایی و آگاهی چیزیست که در درون شماست، توانایی شما برای رفع گرسنگی یا تشنگی خودتون یا دیگران یه پدیده داشتنه، و با داشتن یه لیوان آب یا یه لقمه نون میشه هم خودمون سیر بشیم و تشنه نمونیم، هم به دیگران کمک کنیم. به هر حال این مطلبی بود که توضیحش خواستید خدمتتون عرض کردم. ممنون. من فقط در مورد اینکه بچه ها رو چطور به این سمت پیش ببریم، شما یه نکته رو فرمودید، من ببینم برای خودمون که الان، یعنی در حقیقت جمع هم نرندم، برای خود من که الان تو این سیستم حس میکنم به صورت داشتن ها بزرگ شدم، چه راهکاری وجود داره که به اون سمت برم که بخوام به سمت بودن ها برم؟ آخه اصلا یعنی چی؟ شما اهمیت ندید به لباستون، اهمیت ندید به اینکه خونتون رو مردم میبینن چی میگن، اهمیت ندید به اینکه به نمیدونم ماشینتون چی میگن، این چیزا رو کم اهمیت تر کنید در مقابلش با آنچه که گفتم در مرحله نیازهای مزلو بهش نگاه کنیم، محبت و عشق، دانایی و آگاهی، زیبایی و هنر، نظام اخلاقی و ارزشی انسانی است، و در حقیقت انسان شدن یا خود شدنه. اینا توجه و تاکید روی ایناست، تا اینکه در به در بگردم به دنبال اینکه نمیدونم کفشم چجوریه، کیفم چجوریه، پیرانم چجوریه، کراواتم چگونه است، زندگیم رو دور اینا بچرخونم و در یک ارتباطی با آدما اینا موضوعی اصلی و اساسی من باشه، نه اون مایه و زمینه ای که در بودن و شدن من همکنون در اختیار من. درست مثل که شما یه هنرمندی است که مینوازه، یا یک پزشکی است که یک فردی رو از مرگ نجات میده، در اینجا مسئله بودن ها و شدن هاست که مسئله اصلی و اساسی است، و توجه به تاکید به ایناست، تا اینکه توجه و تاکید من درباره این باشه که ظاهر من کجاست، زیبایی من کجاست، نمیدونم
سر من چگونه است، پای من چگونه است، و یا نمایش هایی که جنبه بیرونی داره که در درون خالی خالی، انگشتر من قیمتش چقدره، و یا اتومبیل من، همه اینا مهمه سر جای خودش. همیشه هم عرض کردم خونه 5 اتاق خوابه بهتر از خونه 3 اتاق خواب است، هی همه چیزش در یک ارتباط با هم باشه. ولی آدم قرار نیست خوابش رو بفروشه با اتاق خواب بخره. این که چی کار باید بکنیم؟ این که دو محیط اطراف ما چنینه، خب باشه به من چه؟ وقتی اهمیت ندید تو اعتنا نکنید، محیط شما رو چی کار میکنه؟ اگر نگران به قضاوت و نظر مردمید، خب رفتید سراغ داشته ها، نه سراغ بودن ها و شدن ها. بنابراین مطلب روشن روشنه. این که انتظار محیط چه هست، اون انتظار اونا باشه، ولی قرار نیست که من مطابق اون انتظار رفتار و عمل کنم. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیزم.